James. سلام، محمد نور محمد هستم با معرفی ایستا فوررانر در خدمت شما. معایب و مزیت‌های این ساز رو بررسی کنیم با هم دیگه و شما انتخاب کنید که این ساز به درد ما میخوره، واردش بکنیم، بفروشیمش یا خیر. برام کامنت بذارین پایان این ویدیو که توی تصمیم ما بسیار تاثیرگذار هستش. بریم ابتدا معایب این ساز رو با هم دیگه ببینیم. ایستا فوررانر. بدون هیچ اطلاف انرژی من الان دارم به راحتی صحبت میکنم. بعد از اینکه ساز فوررانر رو میزنم یه 10 دقیقه من نفسم میرزه به همینجا. برای چی؟ برای اینکه وین سیور نداره، باید شما فشار زیاد از حد بیاریم به ساز و به دیافراگمتون، برای همین خسته کننده میشه بعد از یک تایم کوتاهی که ساز میزنی. دوستان عزیزم، این ساز کینگ دریم هست پایینی و ساز بالای فوررانر هست. این برگه هایی که میبینید اینجا چسبیده شده بهش میگم ویند سیور، که کارش جلوگیری میکنه از نشتی هوا که توی ساز فوررانر نداریم و به این صورت عمل میکنه که وقتی یک نوت مکش رو اجرا میکنید میاد دریچه بغلش رو میبنده، نمیذاره هوای اضافه رد بشه. وقتی فوت انجام میدین، ویند سیوری که پشت این تیغه است هوای اضافه رو میگیره و فقط صدای خود تیغه رو ما میشنویم، در صورتی که اینجا ما اون وین سیور ها رو نداریم. به خاطر همین اختلاف قیمت وین سیور ها حذف شد. یه بررسی دیگه میخوایم بکنیم روی نوازندگی این ساز با نوت های تأکیدی و اکسنت دار. توجه کردی؟ حالا با ساز فوررانر همین رو میخوایم اجرا کنیم. وین سیوری نیست که این ضربه فوت من رو بگیره و نوت رو شکوفا کنه، بگه دم 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 دم، میشه دم پف پف پف. و اما مزیت های ساز فوررانر این هستش که دهانی استاندارد داره، همون دهانی که روی استاپ کینگ دریم هست. اسلاید دقیقا همونه، سرعت اسلاید عالیه، سرعت نوازندگی نوت ها خوبه، ریاکشن خوبی داره، کاور پلیت بسیار خوش فرم و خوش دست داره که انگشت اشاره و شست به خوبی اون رو میتونه نگه داره. و اصلی ترین دلیل برای انتخاب ما و بررسی این ساز قیمتش هست. اختلاف بین 800 تا 1 میلیون نسبت به ساز استاپ کینگ دریم. بر فرض مثال اون 2 میلیونه، این 1 میلیونه. 2 میلیون 300، این 1 میلیون و 300، 400. مشخص نیست. در ایران هیچ قیمتی رو ثابت نداریم. ولی قیمت بسیار پایین‌تری داره و این دلیل اصلی هست که ما میتونیم این ساز رو انتخاب بکنیم و برای کسانی مناسبه که بین 6 تا 8 ماه میخوان از این ساز استفاده کنن، اصلا شروع کنن ببینن این ساز رو دوست دارن ندارن و پیش برن. در هر صورت پیشنهاد من همون استاپ کینگ دریم هست که استارت شما به صورت قوی باشه و هیچ حس بدی رو نسبت به ساز دهنی نداشته باشید، چون این ساز وین سیور نداره، دیافراگم و تنفس شما رو تحت فشار قرار میده و شما باید بیش از حد توان یک نوازنده‌ای که داره ساز میزنه هی فوتو مکش بکنید و خسته بشین، نفستون کم بیاد، بگه وای من اصلا نمیتونم نفسمو کنترل کنم، در صورتی که کار به شما نداره، این ساز داره از شما انرژی بیش از حد میکشه. و
بعد از اینکه من ساز زدن رو باش تموم میکنم یه چند دقیقه باید ریکاوری کنم که تنفسم به حالت عادی برگرده، در صورتی که اون وین سیوری که طراحی شده برای سازهای استاندارد میتونه این قضیه رو جلوگیری بکنه و اصلا شما فشار اضافی نیارین. هر چقدر لازمه که اون تیغه به ارتعاش در بیاد فوت و مکش میکنی، باز هم انتخاب با شماست. به من بگین ارجحیت داره این ساز رو بیاریم و به جای سازهای مثلا سوان چینی درجه 3 که تو بازار هستن، دهانشون غیر استاندارد، تیغه ها کوک نیستن، اسلاید درستی ندارن ولی تو همین رنج قیمت دارن فروش میرن و رنج خیلی زیادی از بازار رو گرفتن، ما میتونیم این ساز رو جایگزین اون ساز بکنیم. کسانی که قدرت خرید استارت مثلا روی دو میلیون خورده ای رو ندارن بیان و این ساز رو به جای سوان ها تهیه بکنن و حرفه ای تر پیش برن. شما به ما بگین که نظرتون چیه، خوشحال میشم. مرسی، لایک کامنت فراموش نشه. یا علی.